تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. خداوند با مخلوقش از طریق وحی و نبوت صحبت میکنه. سر سفره قرآن و این مائده آسمانی هستیم. آیه به آیه هر آیه رو چند دقیقه تفسیر میکنیم. از اول قرآن شروع کردیم به جزء هفتم سوره انعام و الان آیه 51 رو میخوام تفسیر کنیم. 51 از سوره انعام با هم بشنویم. و انذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع لعلهم یتقون. آیات قبل خوندیم که توقع بیجا داشتن، به پیغمبران میگفتن شما اگر پیغمبر هستید مثلا چرا تو بازار راه میرید، چرا قضا تو بازار راه میرید، چرا قضا میخورید، چرا خزینه ها و در گنج ها دست شما نیست، چرا علم غیب ندارید. خلاصه پیغمبر اومده به این توقع رو بدید کنار. حرف من اینه که من پیغمبرم، به من وحی میشه، معجزه دارم، منطق و معجزه دارم. این که خونه طلا داشته باشم، برای شما چشم آب در بیارم، به آسمونا بپرم، پرواز کنم، اینها این توقعات رو نداشته باشید. بعد فرمود که پیغمبر آمدن برای بشارت و انذار. حال فرمود کیا این انذار رو میپذیرن؟ آیه 51 از سوره انعام که در این چند دقیقه میخوام تفسیر کنیم، موضوعش اینه. موعظه در دل کی مؤثره؟ ای پیغمبر و انذر به، به واسطه این قرآن هشدار بده کیا؟ الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم، اونایی که نگران از محشور شدن در قیامت هستن، یعنی اونایی که ایمان به معاد دارن، اونها ظرفیت دارن که بپذیرن حقو. اونایی که دغدغه معاد دارن، اونایی که فکر نمیکنن دنیا با همین خوراک پوشاک مسکن خوردن و خوابیدن و مردنه، اونایی که دیدشون، جهان بینیشون اینه که این نظام را هدفمند میدونن، اونایی که میگن این هستی باطل آفریده نشده و انسان هم عبث و باطل و بیهوده آفریده نشده، پس از امروز فرداییست، اونایی که یه همچین ایمانی دارن، نصیحت ها در گوششون اثر داره. این مسئله که نصیحت در دل کی اثر داره، در جاهای متعدد قرآن آمده. مثلا فرماد که اول سوره بقره بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه، هدن للمتقین، افراد با تقوا حق را میپذیرن. مثل که شما میگی پارچه سفید هر رنگی رو میگیره، پارچه اگر رنگی شد دیگه چون رنگ گرفته رنگای دیگه رو نمیگیره. انما تنذر، در جای دیگه داریم در سوره یاسین آیه 11، انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن. پیغمبر موعظه تو اثر میکنه در کسانی که خوف الهی دارن، یعنی پیام های پیغمبر مثل موتوره، موتور سر چای که آب توشه مفیده، موتور که نصب میکنن با لوله به آب میرسه، آب میاره بالا. اما اگر چا خشکه، حالا هر موتوری هم سر چا خوش بزنی آب نداره، چا خشکه. بعضی آدم ها مثل توپ دربسته هستن، توپ دربسته رو تو اقیانوس ها بزنید آب توش نمیدید، دریا مقصر نید، توپ دلش بسته. انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن، سوره یاسین آیه 11. یا مثلا در جای دیگه داریم سوره فاطر آیه 18 میفرماد انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب. خلاصه اینها که یک نوع تقوا، یک نوع خشیت، یک نوع ایمان دارن، اونها نصیحت پذیرن. آمادگی افراد شرط تأثیر گذاری، اگر طرف آماده نباشه که هیچ. شما اگر دست چرب بود، هرچی هم آب بریزی چربی آبو پس میزنه. افرادی که قفلن نصیحت رو پس میزنن، مثل چربی که پس میزنه. زمین وقتی سفته کلنگم بزنی سر کلنگ برمیگرده، زمینه سوراخ نمیشه،
سر بیل برمیگرده، زمین سوراخ نمیشه. روایت هم داریم که وقتی موعظه اثر میکنه که طرف خودش هم از درون واعظ و من نفسه، یعنی از درونم واعظ باشه. اگر کسی از درون متنبه نشه، واعظ بیرونی خیلی کار دستش نمیاد. واعظ بیرونی مثل گوگرد میمونه، طرف خودش هم باید بنزینی باشه. گوگرد اگر به بنزین خورد، خلاصه با طرف آمادگی داشته باشه. ببین چوب کبریت چون یه چیزی به سر داره تا به زنی روشن میشه، این دست بیل چون چیزی به سر نداره هر چه همچه کنی جای روشن نمیشه. طرف با چیزی به سر داشته باشه، یعنی توجهی داشته باشه. خب خلاصه این آیه چی شد؟ ای پیغمبر تو هشدار بده، اما هشدار تو فقط در افرادی اثر داره که زمینه دارن. در افرادی که ظرفیت و زمینه ندارن، سنگ دل و قسی القلب هستن، موعظه تو در اینها اثر نخواهد کرد. آیه 51 هم تا اینجا تمام. خدایا ما را از کسانی قرار بده که ظرفیت حق پذیری رو داشته باشیم. امام سجاد علیه السلام در دعای مکان الاخلاق میگه توفیق بده به من که دنبال برم و مطابعت من ارشدنی. خدایا به من توفیق بده هر کس ارشدنی من ارشاد میکنه، هر کس من هدایت میکنه، من پیروی کنم. این توفیقه، یعنی این ارزشه که انسان گوش به حرف حق بده. در هر سنی میخواه باشه، گاهی وقتی میگه آقا من گوش به حرف بچه بدم، بابا اگر بچه حق میگه گوش به حرف بچه بده. قرآن میگه یستمعون القول، نمیگه یستمعون القائل. یستمعون القول فیتبعون احسنه. حرف چه حرفیه؟ اگر حرف خوبیه، حالا از یک آدم کارگر ساده باشه، از یه بچه باشه، زن خونه دار باشه، مشهور باشه، گمنام باشه، با سواد باشه، بی سواد باشه، حرف حق قبول کن. یستمعون القول، حرف و گوش بده، فیتبعون احسنه، اگر خوبه گوش بده. نمیگه یستمعون القائل، ببی قائل کیه، ببی گوینده کیه. انظر الی ما قال لا تنظر الی من قال. خب آیه 51 تمام. السلام علیکم و رحمت الله.